خزانه ایران در دستان شماست. هدف تشکیل سریع یک سازمان متشکل، هماهنگ و در خور پذیرش و احترام بین‌المللی برای ایجاد محیطی مردم سالار و شفاف برای همکاری سیستماتیک مخالفان حکومت اسلامی به منظور حمایت از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران برای برکناری و حذف کلیت، تمامیت و موجودیت حکومت اسلامی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران با اتکا به اصول بنیادین زیر: یک، پاسداری از استقلال ملی و تمامیت ارضی ایران. دو، جدایی دین از حکومت. سه، پشتیبانی از منشور جهانی حقوق بشر. چهار، برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین نوع نظام آینده ایران در دوران پس از انحلال حکومت اسلامی. پنج، مشارکت مستقیم ایرانیان مناطق مختلف ایران در امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی محلی خود. با درود خدمت همه همیهنان عزیزم در سراسر جهان، ایمان فروتن هستم از نهاد مردمی. بسیار خوشحالم که بار دیگر در کنار شما عزیزان هستم. در برنامه امروز میخواستم یک گزارش کوتاهی بدم به دنبال اون صحبتی که هفته پیش، آدینه پیش با شما عزیزان داشتیم از طرف نهاد مردمی. همونطوری که در برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم، ما متاسفانه اپوزیسیون خارج از کشور بعد از 40 سال نتونست که به طور طبیعی تا امروز یک همبستگی برای خودش ایجاد بکنه، ولی حالا یا خوشبختانه یا شوربختانه به خاطر این کنفرانس ورشو که قرار 13 و 14 ماه فوریه در لهستان انجام بشه، تعدادی از سازمان‌های سکولار و دموکرات و همسو دور هم جمع شدن این هفته‌ای که گذشت. در چند روز گذشته دو جلسه هر کدوم حداقل 5 ساعت تا 6 ساعت، یعنی 12 ساعت در این جلسات نمایندگان این سازمان‌ها شرکت داشتند. در جلسه اول که حدود 5 ساعت بود، حدود 30 نفر شرکت داشتند که این 30 نفر حدود 20 نفرشون نمایندگان حدود 10 سازمان بودند، حالا سازمان‌های کوچک و بزرگ که نام این سازمان‌ها به زودی معرفی خواهد شد. 10 نفر هم منفردین بودن، منفردینی که فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری می‌کنند. نتیجه اون این شد که فردای اون روز که روز چهارشنبه بود، نمایندگان این سازمانهایی که شرکت داشتن دور هم جمع بشن، به نهاد مردمی یکی از این سازمانها بود، و تصمیم گیری کنن بر روی نامه یا نامه‌هایی که اپوزیسیون خارج از کشور باید به برگزار کنندگان کنفرانس لهستان بنویسه و در اونجا مطالب مهمی رو ذکر بکنه، از جمله این که اپوزیسیون خارج از کشور مخالف هر نوع حمله نظامی هست به ایران، در رابطه با تمامیت ارضی صحبت بکنه، ولی از همه مهمتر و موضوع نامه این باشه که کشورهای اروپایی و آمریکایی و آفریقایی و خاورمیانه غیره صلاح نیست و درست نیست که احیانا بخوان بنشینند و تصمیماتی در رابطه با آینده ایران بگیرن بدون اینکه هیئتی یا نمایندگی از حداقل یک بخش وسیع از اپوزیسیون در اونجا حضور داشته باشه. و پس از جلسه دوم که بوده 5 ساعت بود، این نوید رو خدمت شما عزیزان بدم که دوستان و اون شرکت کنندگان در اون جلسه با هم به توافق رسیدن بر روی
سه تا متن مختلف که احتمالاً این نامه ها در یک مراحل مختلف، اولیش در اولین فرصت و احتمالاً نامه دوم یا سوم قبل از کنفرانس لهستان هم به میزبانان و احتمالاً به میهمانان فرستاده بشه و مسلماً این نامه ها رسانه‌ای بشه که مردم و همیهنان عزیزم بخصوص در درون مرز بدونن که این اپوزیسیون خارج از کشور به هر صورت و در نهایت داره کاری انجام میده. همونجوری گفتم سازمانهایی که در اینجا بودن که به سودی اسامانش میاد، بعضیاشون سالها با هم کار نکردن، بعضیا صحبت کردن ولی به نتیجه نرسیده بودن، ولی این قدم رو من فکر میکنم که بسیار بسیار مهم هست برای اپوزیسیون خارج از کشور که همگی بتونن دور محور یک پروژه به خصوص که در رابطه با لهستان هست جمع بشن و صحبت کنن. البته حداقل 3 یا 4 سازمان دیگر هستند که به موقع اطلاع پیدا نکرده بودند در رابطه با این جلسات این هفته و نهاد مردمی حداقل با 3 تا از اونها صحبت کرده و اونها به نظر میاد که آمادگی اون رو دارن که اونها هم زیر این نامه رو امضا بکنن در کنار 10 سازمان دیگر، که بسیار عالی خواهد شد. و من فکر میکنم شخصا که این همبستگی دور این پروژه به خصوص در رابطه با ایران میتونه زمینه بسیار مناسبی باشه برای قدم‌های بعدی که باید برداشته بشه که مستقیماً ممکنه ربطی به نتایج کنفرانس لهستان نداشته باشه، ولی همونجوری که بارها و بارها ما گفتیم اپوزیسیون خارج از کشور باید ساختار و سازماندهی بکنه هر چه سریع‌تر با پشتیبان‌های سازمان‌های همسو و اونایی که معتقد هستن به تمامیت ارضی و اونایی که معتقد هستن به جدایی دین حکومت، سازمان‌هایی که اصلاح طلب نیستن، و بتونه که به دنیا نشون بده که اپوزیسیون خارج از کشور بالاخره یک صدا و همبسته داره این کارا رو انجام میده. امروز جلسه دیگری هم هست که در اون نمایندگان قراره که شرکت بکنن و نحوه احتمالاً رسانه‌ای کردن این همبستگی رو و این نامه رو که با هم این سازمان دارن امضا میکنن روی اون بحث بشه و ما امیدواریم که در یکی دو روز آینده بتونیم که همگی با هم نمایندگان این سازمان احتمالاً فکر میکنم برای اولین بار در 20-30 سال گذشته ما بتونیم در کنار یکدیگر باشیم و این نوید رو به مردم ایران درون و برون مرز بدیم که حرکتی بزرگ در حال شکل گرفتن هست و قدم اولش همبستگی این سازمان ها هست برای امضای نامه‌ای بسیار حساس و تاریخی در رابطه با مواضع اپوزیسیون خارج از کشور که پشتیبانی میکنه از خیزش مردم ایران و از جنبش مردم ایران و صدای مردم ایران هست با کشورهای اروپایی، آمریکایی، خاورمیانه و غیره که دارن در رابطه با امنیت خاورمیانه و از جمله در رابطه با مسائل جمهوری اسلامی و کشور عزیز ایران صحبت میکنن. من در اینجا بدرود میگم و بعد میکنم از هموندان و همرزمان عزیزم جناب آرش مهدوی و جناب بهروز فرشادتر که برنامه امروز رو ادامه میدن. دلم بکنم. خب سپاس از جناب دکتر فروتن. درود عرض ادب و احترام دارم خدمت یک یک هممیهنان عزیزم در هر کجای این کره خاکی که به سر میبرید، به ویژه هممیهنان مظلوم و دربندمون در درون میهن دربندمان ایران. و فروتن این روزها به سختی میشود گیر آورد، بنابراین اجازه بدید که جور ایشون رو من بکشم در رابطه با اینکه طرح‌های خارجی رو یک موضوعات رو مطرح بکنم، ولی قبل از اون این رو به عرض برسونم. درودی دارم به عزیزانی که از رادیو نارمک برنامه ما رو گوش میدن و همینطور از طریق رادیو و تلویزیون ای2 ما رو دنبال میکنن و همینطور عزیزانی که از تلویزیون اندیشه و همراهان همیشگی در فیسبوک. و البته این برنامه با حجم کم تا 2 ساعت بعد از برنامه در کانال تلگرامی سردوز نخست و نهاد مردمی و کانال های دیگر به اشتراک انبوه گذاشته خواهد شد. برای اجازه بدید من نخست برم سراغ موضوعات خارجی. مهمترین خبری که ساعات گذشته مطرح شد در رابطه با تحریم 4 بخش دیگر در ارتباط با ایران بود که یکیش یک نماینده ارمنستانی بود که با ماهان ایر کار میکرد و به صورت کلی به اونها جنس میداد.
مورد دوم هواپیمایی فارس وشم هست که متعلق یا وابسته به ماهان بوده و در ارتباط بوده با ماهان. سومی و چهارمی بسیار مهمتره، از پناهنده ها و کسانی که رژیم اشغالگر اسلامی در ایران و در سوریه به خصوص استفاده می کرده است برای امیال خودش، یعنی لشکر فاطمیون و زینبیون. لشکر فاطمیون که هم زبانان آریانیایی ما، افغانی ما اونجا حضور دارند، و عرض کنم خدمت شما که کسانی هم که به شکل مختلف، حالا چه از قالب پناهنده چه نیازمند، به هر شکلی وارد ایران شدن و گیر این عروض لوباش آخوندی افتادن، اونها هم تحت نام لشکر زینبیون بودن که این چهار بخش رو امروز و ساعتی پیش در حقیقت وزارت خزانداری امریکا در لیست جدید تحریم ها قرار داده است. و مورد دیگر صحبت های وزیر امور خارجه فرانسه بوده است که خیلی واضح، شفاف و روشن اعلام کرده است که اگر رژیم جمهوری اسلامی ایران پافشاری کند روی آزمایش های موشکی و بالستیک خودش، با عواقب اون و با تحریم های سختی روبرو خواهد شد. و اجازه بدید به اینجا که رسیدیم من یک موضوعی رو هم در همین رابطه عرض کنم، بعد بریم خدمت جناب مهدوی بزرگوار. دو سه روز پیش یک، من میدونید معمولا به اینها میگم انگل، توفیلی، پارازیت، یک انگلی به نام صالحی در تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی آمده است و اعترافاتی کرده است. در ظاهر قضیه بایستی بگیم که به نوعی داشت کری میخوند، خط و نشون میکشید برای اروپا، ولی دقت کنید ببینید چه اعتراف مهلکی رو انجام میده. اجازه بدید کلیپ رو با هم ببینیم و برگردیم. من دو جمله ارز با بوتون پر شده. بله. این چیه داستان شده؟ بله. من تشکر میکنم که واقعا شما این محبت کردید برای بینندگان عزیزمون. ببینید ریاکتور عراق یک چاله ای داره که الان میبینید اون بله. مردم بله. دورش واسه اون چاله ریاکتور عراق. درسته. خب؟ بله. این چاله نهایتا کالاندریا میره توش و سوخت میره اون تو. بله. خب ما اومدیم گفتیم اون کالاندریایی که باید بره تو اون چاله، اون کالاندریا رو گفتیم عوض می‌کنیم. فارسیش میشه کالاندری؟ بله. مثل مخزن. مخزن. یه مخزنی، مخزنی است که سوخت میره اون تو. بله. اون مخزنی که سوخت باید بره توش، اون مخزن درآوردیم. بله. توجه می‌کنی؟ بله. چون که طراحی عوض میشه، مخزن بایستی فرمش عوض بشه. درست. یه مخزن دیگری رو داریم می‌سازیم که بذاریم تو این چاله ریاکتور. اما متاسفانه بله. الان سه ساله هر چی میگیم آقا ما در چاله ریاکتور آب سنگین عراق سیمان نریختیم، اگر ریخته بودیم که دیگه ریاکتور عراق از بین میرفت. بله. توجه. ولی گفتید تو لوله هاش ریختین. آها، تو نه تو لوله ها اینجا. بله. توی اون کالاندریایی که داشتیم در آوردیم، اون کالاندریا چیه؟ یه سری لوله است. بله. که سوختا میره تو اون لوله. بله. ما مشابه اون لوله ها هم خریده بودیم، ولی من اون زمان نمیتونستم اعلام بکنم. بله. فقط یک نفر در ایران میدونست. درسته. و حالا بالاترین مقام ارشد نظام گفتیم، کسی دیگه نمیدونست. ما برای اینکه وقتی که مذاکره میکردن دوستان میدونستیم که اینا بالاخره بد عهدی میکنن، بد قولی میکنن. حضرت آقا فرموده بودن بله. که مواظب باشید اینا بد عهدن بد قولن. خب ما بایستی با یه فراستی، با یه هوشمندی کارمون انجام میدادیم. یعنی علاوه بر اینکه پل های پشت سرمون رو خراب نمیکردیم، پل هم میساختیم که اگر بله. قرار بود برگردیم سریعتر برگردیم. خب ما یه سری لوله بوده، یه لوله هایی که مثلا به قطر 2-3 سانت، به طول 3-4 متر رو مجسم کنید این لوله ها رو دانه. که یه سر داره یه ته، ما مشابه اون لوله ها رو هم خریده بودیم به همون تعداد. اون لوله ها رو گفتن توش سیمان بریزید. خب ما اون لوله ها رو ریختیم. خیلی سپاسگزارم از اتاق فرمان. همین الان عزیز هم دیدید و هم شنیدید به روشنی تغییر دروغ و
آنچه که در حقیقت نطفه اینها از سال 57 از زمان شورش ننگین گذاشته شده است تا به امروز ادامه داره. به ظاهر اومده خط نشون بکشه و تهدید کنه اروپا رو، ولی رسما چون شایسته سالاری نیست در مملکت، هر کسی بر اساس رانت میاد میشینه اونجا، رسما اعتراف کرده است که دروغ گفتند به جامعه جهانی. فقط این آقا و شخص اول مملکت از نظر سیاسی خیلی خیلی بالا در ردی خدا برای اون دوتا نکبت میدونستن، هم خودشو پروموت میکنه هم بره تهدید میکنه. و البته خبرها بسیار هست در رابطه با چین و مسائل قطعه سازان، اینها رو میگذاریم در بخش بعدی. شیرین ترین خبر خبر ونزوئلا بود و چه شیرین بود این حضور میلیونی در خیابان ها. جناب مهدوی صحبتش با شما. با سپاس فراوان و درود بیشمار خدمت همیهنان عزیز در سر تا سر جهان و مخصوصا در سر تا سر کشور عزیزمون ایران، اجازه بدید من اول در همین ابتدای سخنانم یک تبریک مخصوصی داشته باشم به جوانان تیم ملی کشور عزیزمون ایران که در بدترین شرایط و با بودن بدترین سیستم حکومتی باز به خاطر اینکه دل مردمان خودشون رو شاد نگه دارن یه بازی خیلی خوب دیگه رو اجرا کردن و برنده از تیم میدان اومدن بیرون. و مطمئنن همینجا همه هموطنان باید بدونن که با برکناری و سرنگونی جمهوری اسلامی تمام این تیم‌های ملی ما صدها بار بیشتر خودشون رو نشون خواهند داد به خاطر اینکه جایگاه اصلی خودشون رو پیدا خواهند کرد. و امیدوار هم بودیم و هستیم که پیدا بشن بعضی از ایران دوستان و وطن پرستان که در خارج از ایران پرچم شیر و خورشید رو ببرن داخل این استادیوم ها و نشون بدن به مردم دنیا. البته صحبت من اصلا با اون از ما بهترونی نیست که هممون میدونیم کارشون مانور دادن برای جمهوری اسلامیه و اگر گناهشون کمتر از جمهوری اسلامی نباشه، بیشتر از جمهوری اسلامی نباشه، کمتر نیست. ما صحبتمون با مردم عادی است. امیدواریم در این یکی دوتا بازی که مونده کسانی که در دبی هستن خطری هم اونا رو به هر حال براشون نیست، مخصوصا اونایی که از خارج از ایران میرن به دبی، این کار رو انجام بدن. ولی همونطور که شما گفتین مردمان ونزوئلا باز این دفعه یه مقدار چند قدمی از مردمان ما جلوتر بودن و خیابون‌های ونزوئلا پر از مردم هست. همون کاری که مطمئناً هموطنان عزیز ما در ایران هم خواهند کرد. در رابطه با این موضوع بیشتر میپردازیم در ادامه برنامه. ولی همان گونه که همیشه گفتیم و خواهیم گفت، نهاد مردمی تعلق مشخص به مردم داره. ما در برنامه‌های گذشته گفتیم اگر کلیپ ها و پیام های عزیزان دارن میتونن برای ما بفرستن، ما حتما پخش میکنیم. و همینجا از اتاق فرمان تقاضا میکنم اولین پیام رو که پیام یک دانش آموز هست به اسم الینا برای ما پخش کنن، دانش آموز دبستان، که ببینید واقعا چه میگوید الینا و پیامش چیست. به نام ایران، سرزمین همیشه جاویدان، درود خدمت هم میهنان عزیزم. 40 سال است که این مرز و بوم در بند فرقه ای قرار گرفته که جز تفاول این سرزمین هیچ دستر ندارد. ایرانیان، زمان آن فرا رسیده که با اتحاد به پا خیزیم. بس نیست این همه بی‌تفاوتی، بس نیست این همه خفت و خاری. برای آینده من و دیگر فرزندان این سرزمین به پا خیزید و از این اهریمنان گذر کنید. با امید آزادی ایرانمان، زنده باد شاهزاده رضا پهلوی. درود بیکران بر تو الینا و بر پدر و مادری که چنین فرزندی رو بار آوردن. و مطمئن باش همه فعالیت های ما برای این هستش که آینده بهتری برای تو عزیز و دیگر جوانان و کودکان کشورمون باشه. اجازه بدین بریم و پیام یک بانوی، پیام یک معلم رو با هم گوش کنیم از داخل ایران، پیامی که یک معلم به ملت ایران میده. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و هموطنان عزیز
ببینید الان دیگه همه اذعان میکنن که حدود 80 میلیون ایرانی مخالف نظام هستند و اکثریت اونها حامی شاهزاده رضا پهلوی. شما اگر به اتفاقاتی رو که از دیماه 96 یعنی پارسال تا امسال خوب توجه کنید میبینید این عرایض بنده کاملا درست هستش. متاسفانه به خاطر سانسور خبری که در ایران وجود داره و همینجور اختلافاتی رو که در بین اپوزیسیون هست، علی‌رغم شجاعت و نترس شدن مردم، متاسفانه این اعتصابات و اعتراضات اون نتیجه لازم رو نداشت و هدف نهایی که در واقع اتحاد اصناف بود تا الان شکل نگرفته. اینجا در واقع نقش شاهزاده بسیار حساس و کلیدی هست. یعنی در واقع شاهزاده میبایست همونطوری که از رنگ فیروزه‌ای حمایت کرد و به گوش همه مردم ایران رسید و همونطوری که از فرشکرد حمایت کرد و در واقع به گوش مردم ایران رسید، از تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها برای به زانو درآوردن نظام فاسد آخوندی و همچنین به در ادامه اون فراخوان خیزش حمایت کنه و در واقع نباید منتظر اتحاد اپوزیسیون باشه. اگر شاهزاده به مردم اتکا کنه، اپوزیسیون هم مجبور میشه به خاطر منافع ملی و میهنی از شاهزاده تبعیت کنه و به این طریق مجبور میشه که خود اپوزیسیون هم متحد بشه. من از شاهزاده تقاضا میکنم که همانطوری که از رنگ فیروزه‌ای و از ارزم به خدمتتون فرشکرد حمایت کرد، همونطور از تعطیلی مدارس دانشگاه و از فراخوان خیزش حمایت کنه و از مردم به عنوان پشتوانه مردمی استفاده کنه و به اپوزیسیون فرمان بده که این اپوزیسیون با هم متحد باشند، چون بعید به نظر میرسه که این اپوزیسیون با این تشکیلات و با این عدم همکاری تیمی بتونند در آینده نزدیک با همدیگه متحد بشن. بله، و پیام سوم هموطنان پیام یک بانوی دانشگاهی هست. اینا همشون افتخارات کشور ما هستند. اجازه بدین پیام این بانو رو هم گوش کنیم و برگردیم. با درود خدمت همه هممیهنان عزیزم، فرقه تبهکار به دنبال جشن 40 سالگی خود است و با آرام نشان دادن وضعیت اقتصادی از طریق رسانه‌هایی که در اختیار دارد به دنبال فریب مردم است. اما در این مملکت روزی نیست که شاهد اعتراضات و اعتصابات نباشیم. این فرقه تبهکار که ثروت ملی را در انجام عملیات‌های تروریستی در منطقه خرج می‌کند، هرگز به فکر مردم این سرزمین نیست. هموطن، در این روزها شاهد اعتراضات مال باختگان مؤسسات مختلف هستیم. هیچ جای شکی نیست که فردا نوبت تک تک ما خواهد رسید. پس از همه شما هم میهنانم خواست دارم تا در صفوف اعتراضات با اتحاد به هموطنانمان بپیوندیم. اتحاد رمز پیروزی است. با امید ایرانی آباد و آز. سپاس فراوان از همه شما عزیزان که به ما اجازه دادین پیام هاتون رو از برنامه نهاد مردمی پخش کنیم و همینجا هم از همه تقاضا میکنیم هر پیامی دارین که میخواین از این جایگاه پخشه برای ما ارسال کنید، همون گونه ما پخشش خواهیم کرد. قبل از اینکه میکروفون رو تقدیم کنم به بهروز عزیز، برمیگردم به همون صحبت اول در رابطه با مسئله ونزوئلا. هموطنان گرامی، در ونزوئلا مسئله‌ای که به نظر ما بسیار قابل توجه بود این بود که اولا دلیل اصلیش این است که هیچ وقت نه به دنبال تبلیغ و تطهیر بودن و نه مصادره و سهم‌خواهی بودند. نقطه‌ای که می‌خواستن بهش برسن رو نشون گرفتند، آلترناتیو رو همه با هم شکل دادند، خودی و ناخودی نکردند، روی رنگ فوکوس نکردند، بلکه روی هدفشون تمرکز کردند. تو همین تصویرهایی هم که میبینید الان عزیزان
در اتاق فرمان برای شما نشون میدن، همه مردم چپ و راست و وسط و نمیدونم سبز و قهوه‌ای و بنفش و صورتی و همه در کنار هم ایستادن و با هم مبارزه میکنن. این نقطه و این مسئله اساسی است. گروه‌های سیاسی همه در کنار مردم هستند. گروه‌های سیاسی و رهبرانشون به این فکر نیستند که به دنبال گرفتن کسب امتیاز باشند. چون همه میدونن اگر پیروزی به دست بیاد مال همشون هست. و نگاه کنید به قشر مردم که چگونه دست در دست هم خیابونها رو مملو کردند. نیازی به شعار هم نیست، هی میدون درست میکنیم و پیدون درست میکنیم فلان، نه، دست در دست اومدن بیرون و دارن مملکتشون رو آزاد میکنن. این باید مسئله اصلی برای همه ما باشه و این چند موردی که اعلام کردیم مطمئنن پیروز خواهند شد. حالا ممکنه امروز و فردا نه پس فردا، ولی مطمئنن پیروز خواهند شد. چرا؟ چون با هم هستن، چون در کنار هم هستن، چون اعتقاد دارن به آزادی. و همان گونه که دیدید و میبینید و خواهید دید در کشور ما هم بارها اتفاق افتاده. فقط مسئله اساسی این هستش که همان گونه که در داخل ایران اقشار مختلف در کنار هم هستن، در خارج از ایران گروه های سیاسی هم بفهمن که چه زمانی است و باید با هم دیگه همکاری کنن. بهروز عزیز، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. سپاسگزارم جناب آرش مهدوی گرامی. خدمت شما عرض بکنم تا اتاق فرمان یک کلیپی هست در رابطه با جانبازان، اونایی که اصطلاحاً جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده است استفاده ابزاری بکند، اونها رو شهدای زنده و جاویدنامان زنده نام نهاد و خیلی روشون مانور میداد. یه صحبتی هست قبل از اینکه اونو ببینیم در رابطه با ونزوئلا من رو عرض بکنم. بسیار زیبا بود این خروش و این رستاخیز بزرگی که حضور پیدا کردن و بلافاصله ما دیدیم به محض اینکه لیدر اونها اعلام ریاست جمهوری موقت کرد و در حقیقت لبه گفت به فراخان و به اون صدای همیهنان خودش، بلافاصله بایستی دو کشور دارای کرسی در سازمان ملل متحد اونها به رسمیت میشناخت. امریکا به رسمیت شناخت، کانادا به رسمیت شناخت، بلافاصله کشورهای آمریکای جنوبی همسایگان ونزوئلا به رسمیت شناختند، اتحادیه اروپا به رسمیت شناخت، انگلیس به رسمیت شناخت، ولی شبکه فارسی بی بی سی لندن، بی بی سی انگلیس، آیت الله بی بی سی اومد حمایت کرد از مادورو. پس کاش فرستاده بودن. پس یعنی برخلاف موضع‌گیری ملکه این بار و جالب بود اینها. اما در مقابل جهان آزاد و دموکراتیک که از هممیهنان خودشون در به قول معروف حرفشنوی دارن و تابع قانون هستن و حاکمیت قانون در حقیقت هست بر اون کشورها، بلافاصله از مردم ونزوئلا و خواسته اونها اعلام حمایت و پشتیبانی کردن. اما دیدیم که چند کشور از جمله جمهوری اسلامی بیانیه دادن. یکی گفت برادر راست قامت وایسا، ما پشتیم. جمهوری اسلامی پیام داده است که این امور داخلی، دخالت در امور داخلی است از سوی امریکا، ما سکوت نخواهیم کرد، پیگیری خواهیم کرد. آقا کسی ندونه فکر کنه اینا خیلی علدی هستند تو ایران یا تو جهان ببخشید. بعد هم به حضور شما روسیه هم ابراز نگرانی کرد. جالب اینجاست که فقط کشورهای دیکتاتوری ابراز نگرانی کردن. اجازه بدید بریم بحث جانبازانی که مطرح کردم اون رو هم ببینیم، ببینیم نظام اسلامی به کجا رسیده است. با هم ببینیم بگیم. ما ایثارگران وطن، ما جانبازان وطن، ما کسانی که تعهدمون رو با خونمون ثابت کردیم، آماده شهادتیم تا ریشه‌کنی این دزدان و دروغگویان. آماده ایم زندان بریم، آماده ایم نابود بشیم. 52 سال از عمرمون رو که 40 سالش در حکومت بود به بتالت گذشت و رفت و هیچ نفهمیدیم. برای بقیه‌اش هم هیچ دلنگران نیستیم، آماده شهادتیم. آقای خامنه‌ای، آقای مسئولین، آقایون دزدها، مأمورین بدنام وزارت اطلاعات، هر غلطی که نکردید بکنید که چند سباهی دیگر از عمرتون بیشتر باقی نمانده. 99% مردم با شما مخالفن، اون 1% هم یا نادان و بی سواد و الدنگن یا مزدور و خائن.
و همین ها فقط براتون موندن. بدانید که در لبه پردگاهید، بدانید که در تاریخ به ننگ و نکبت و ذلت و کساب کثیف‌ترین حکومت از شما یاد خواهد کرد. این رو بدانید. بد کردید به ولی امر مسلمین جهان. مگر شما مکرر در جوار همین آقا علی ابن موسی رضا نفرمودید که ما یک زندانی نداریم که از نظام انتقاد کرده باشه یا به من اهانت کرده باشه یا از همین حرفا و همین چرت و پرتا؟ شما نگفتید؟ چرا اینقدر دروغ میگید؟ یا خبر ندارید که چه میکنن مأمورین کثیف امنیتیتون و یک باند کثیفی که دنبال این هستن که منتقدین دلسوز و پاک رو به مخالف و معترض تبدیل کنن؟ یا واقعا دارید دروغ میگید؟ زنداناتون پر از زندانی سیاسی مظلوم و بیگناه و اندیشمند سیاسی است که بخشی از اونها خانواده ایثارگرانن. به خودتون بیاید، کشور رو ننگ و نکبت و فساد و فقر و فحشا برداشته. خجالت بکشید، در خونه های ما بیایید و دلجویی کنید و عذرخواهی کنید. این به جایی که دست ما رو ببوسید مدال بدید، 35 سال از جنگ میگذره، یک گل دست من ندادید که به اتهام انتقاد پس گردن من میزنید و این جور جنایت میکنید. من از شما نخواهم گذشت. کلیپ میذارم و حرف. با سلام، من خسرو مجیدیان، جانباز 70% جنگ هستم. اعتراض مردم به حق نیست؟ کدام مسئول این مملکت یک بار گوش بود به جای زبان تا بشنود و عمل کند، به جای اینکه فریاد بکشد هیس الان وقتش نیست؟ 40 سال پیش حکومت نوپا بود، بعد جنگ بود، بعد آغاز سازندگی. از 10 سال پیش تا امروز دشمن در کمین است. تا کی؟ تا کی مردم لال شوند و مسئولین بلبل زبانی؟ مردم خود حق، کلامشان حق، مطالباتشان حق و حق اعتراضشان به حق می باشد. به احترام مردمی که نه اختش آشکرند، نه بازیچه دست دشمن و نه خائن در کنارشان خواهم بود. خب این هم من به نوعی یک تاب و شکنی میبینم. جانبازان رو دیدید، ورشکستگی ها رو دیدید، ورشکستگی بانک دی رو دیدید. تا اتاق فرمان یه دونه هم از این خیابان خوابا آماده بکنه من دو جمعه عرض کنم. ورشکستگی بانک ها رو دیدید، بانک آینده با 140 هزار میلیارد رو هم دیدید. در ادامه اون سکه سامن که پشت سرش در نهایت دوم خروس برادر رهبر جمهوری اسلامی اومد بیرون، خامنه‌ای نکبت اومد بیرون، اون هم دیدید. این جانباز رو هم دیدید. چین هم که ایران روش خیلی حساب میکرد به همراه روسیه، حتی در رابطه با قطعه های خودرو لوازم اولیه‌اش اعلام کرد که ما حاضر به مبادله با ایران نیستیم، تجارت با ایران نیستیم. یعنی رسماً منهای اون 280 هزار قطعه‌سازی که ورشکست شدن و به خاک سیاه نشستن باید به زودی شاهد بیش از 500 هزار باشیم. ولی اصل فاجعه نیست. شما نگاه بکنید، یه چیزی حدود 300-400 هزار تن ثبت نام کردن پیش خرید خودرو. با کدوم لوازم یدکی میخوان این ماشینا رو سرهم بکنن به مردم بدن؟ مال باختگان بانک ها و سکه. اونایی هم که امروز میرید یواش یواش میگید ماشین ما این نبود، قیمتش چرا بالاه؟ از همین الان برو تا دیر نشده برو تا پس بگیر. اون هم برشکست است. میخوام ببینیم دیگه چه کسی مونده. اجازه بدیم کلیپ کارتون خواب رو هم ببینیم، خیابون خواب رو هم ببینیم، برگردیم من زیاد صحبت کردم. سلام دوستان، اینجا شیرازه، بنده خودم کارتون خوابه. متاسفانه کسی نیست که به دادش برسه. دقیقا جلو حرم سیدالعادین حسین. این همه مملکت امام خمینی با این همه نفت و این همه پول و این همه گاز، مردمش باید اجوری بخوابن اینجا. تماشا کنید شیرازه، اینجا شیرازه، جلو دقیقا حرم سیدالعادین حسین. خسته نباشین مسئولان، خیلی کارتون درسته، نوبت ما هم میرسه. خدا نگهدار. من فقط با دو پرسش تمام میکنم و میرم خدمت جناب مهدوی بزرگوار. پرسشم این است: آیا ایرانی لیاقت تو این هست؟ آیا زمانش نرسیده که همانند ونزوئلا بریزید تو خیابونها به صورت میلیونی و حقتون رو بخواید؟ آیا باز هم میخواید چونه بزنید سر حجاب، پول ما رو پس بده، فرقه‌ای، دسته‌ای، صنفی؟
میلیونی، حضور میلیونی در خیابان ها، آیا اون وقتش نرسیده؟ آیا ما سزاوار چنین حال و روزی هستیم؟ پرسش پاسخش با شماست. جناب مدعی در خدمت شمایی. سپاسگزارم بهروز فرشادفر عزیز. اتفاقا در همین زمینه اگر هم میهنان گرامی نیاز دارن هنوز به انگیزه برای برچیدن این حکومت دزد کثیف غیر دموکراتیک قاتل، یاران و عزیزان ما در دبیرخانه آوا و سیما 10 کلیپ آماده کردن در رابطه با دزدی‌های آشکار سران حکومت که ما سعی می‌کنیم این فیلم‌ها و این کلیپ‌ها رو نشون بدیم. امروز اولین قسمتش رو برای شما نشون می‌دیم. هموطنان در همه جای ایران، این پول‌ها پول فرزندان شماست. ای عزیزی که در کارتون خوابیدی در شیراز، کسانی که در این سرمای زمستون نمیدونید کجا برید، سرپناه ندارید، پولاتون در این قسمت هاست. با هم نگاه میکنیم اولین کلیپ دزدی های سران حکومت اسلامی رو. بخش کوچکی از غارت ثروت ملی ایرانیان به دست سران رژیم ایران ویرانساز جمهوری اسلامی، برگرفته از گزارشات وزارت خارجه آمریکا. جواد عباسی کنگوری، مأمور امنیتی معروف به جواد آزاده یا آملی، بازجو و سرتیم شکنجهگران، 12 میلیون دلار در آمریکا، 2,600,000 یورو در لبنان و 3,100,000 دلار در مالزی، جمعاً 18,600,000 دلار. دکتر حسن عباسی، نام اصلی یدالله قزوینی، رئیس اندیشکده یقین، مرکز بررسی های دکترینال، 3,200,000 دلار در پاکستان، 1,200,000 یورو در آلبانیا، 10,900,000 یورو در ایتالیا و 85,000,000 دلار در هنگ کنگ، جمعاً 104,600,000 دلار. نورعلی شوشتری فوت کرده، 23,000,000 دلار در امارات متحده عربی و 12,100,000 دلار در ترکیه، جمعاً 35,100,000 دلار. حسین ساجدی، فرمانده انتظامی سابق تهران بزرگ، 3,200,000 یورو در ترکیه، 5,100,000 یورو در ایتالیا، 94,000,000 یورو در مالزی و 45,000,000 دلار در شانگهای، جمعاً 181,340,000 دلار. علی فضلی، رئیس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین، 2,400,000 یورو در امارات متحده عربی، 5,100,000 دلار در تایلند و 5,500,000 دلار در پاناما، جمعاً 13,300,000 دلار. محمد جعفر اسدی، مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، 8,900,000 یورو در ترکیه، 21,000,000 یورو در اسپانیا، 3,700,000 دلار در لبنان و 13,200,000 دلار در هنگ کنگ، جمعاً 56,640,000 دلار. آخوند حسین طائف، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول تجاوز به ترانه موسوی، 2,400,000 یورو در ایتالیا، 16,000,000 دلار در امارات متحده عربی،
172 میلیون دلار در شانگهای و 44 میلیون پوند در ویرجین ایسلند، جمعاً 259 میلیون و 790 هزار دلار. پاسدار عبدالمحمد رؤوفی نژاد از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، 4 میلیون و 700 هزار یورو در هندوستان، 23 میلیون دلار در قطر، 19 میلیون و 100 هزار دلار در ترکیه و 58 میلیون دلار در شانگهای، جمعاً 77 میلیون و 100 هزار دلار. آخوند غلام حسین رمضانی 45 میلیون دلار در شانگهای، 69 میلیون دلار در پاناما و 6 میلیون و 600 هزار دلار در سوریه، جمعاً 119 میلیون و 390 هزار دلار. سردار نبی‌الله حیدری رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور، 3 میلیون و 100 هزار یورو در اتریش، 10 میلیون یورو در امارات متحده عربی، 11 میلیون و 500 هزار دلار در قطر و 4 میلیون و 900 هزار دلار در تایلند، جمعاً 34 میلیون دلار. بله هموطنان عزیز، با تشکر از یاران در دبیرخانه آوا و سیما، این اولین قسمت بود. حال ممکنه بعضیا بگین که ما میدونیم، ولی ما مخصوصا داریم اینا رو مستند میکنیم که در فردای فروپاشی جمهوری اسلامی بدونیم پولای ملت ایران کجاست، که در هر کجای جهان باشه اینا رو ما بر میگردونیم به ایران. در نهاد مردمی ما فقط درد رو نمیگیم، درمان رو هم میگیم. همان گونه که دنبال کردید، در 7 هفته گذشته یک پروژه عملی به عنوان گرفتن یک آمار از حرکت‌های آینده رو ما شروع کردیم. این هفته قسمت 8 هست. البته ما گفته بودیم که عزیزان از داخل ایران به ما بگن برای این حرکت پروژه عملی در داخل ایران چه کاری رو اونا فکر میکنن قابل انجام است. چون ما از خودمون مثل دیگر گروه‌ها و سازمان‌ها رو هوا حرف نمیزنیم. از خارج از ایران من برگردم از داخل نروژ بگم تو ایران فلان کار کنید. خیر. ما از شما خواستیم و خوشبختانه در طول هفته گذشته بسیار از طرف مبارزین در داخل ایران که با ما در تماس هستند پیشنهادهای اومده. برای بررسی این پیشنهادها در طول هفته آینده ما نگاه میکنیم کدوم یک از این پیشنهادات عملی تر هست و تعداد بیشتری گفتن این رو و اعلام خواهیم کرد. ولی اینجا از همه شما تقاضا میکنیم که این فراخوان شماره 8 رو به مقدار بسیار زیاد هم پخش کنید هم درش شرکت کنید. اجازه بدین با هم بریم و کلیپ فراخوان آزمایش شماره 8 رو ببینیم و برگردیم. فراخوان آماده باش، آزمایش 8. هم میهن گرامی، نهاد مردمی در این روزهای حساس سرنگونی رژیم به منظور سنجش فاصله زمانی بین دریافت فراخوان عملیاتی و واکنش درخواست شده، فراخوانهای آزمایشی مورد نظر را در روزها، زمانها و در کانالهای مختلف به مورد اجرا می گذارد. از شما فرزند دلاور ایران درخواست می شود بلافاصله از طریق لینک زیر وارد کانال تلگرام مربوطه شوید تا حضور مجازی خود را ثبت نمایید. اگر تا 3 روز به 10,000 تن برسیم، نخستین آزمایش عملی را به انتخاب شما انجام می دهیم. بله هموطنان، از شما تقاضا میکنیم که پرشورتر از همیشه در این قسمت 8 هم شرکت کنید و
برای بقیه هم ارسال کنید و از همه مهمتر هموطن گرامی، هموطن عزیز، روزهای سرنوشت ساز و پرتلاطمی در پیش داریم برای پایین کشیدن این حکومت. باید دست در دست هم اقدام کنیم و عملگرا باشیم. به عنوان آخرین قسمتی که در این قسمت قبل از اینکه از تلویزیون اندیشه از یاران که ما را از طریق تلویزیون میبینند خداحافظی کنم، این مسئله رو هم عرض کنم که ما از روز ابتدای شروع نهاد مردمی سعی کردیم همه حرکاتمون بر اساس قوانین بین المللی و دموکراتیک باشه. تمام رأی‌گیری ها و تمام حرکت های دیگه ای که انجام دادیم. برای اینکه این منظور به درستی انجام بشه، ما همیشه یک گروه نظارت بر انتخابات، یعنی هر انتخاباتی که در رابطه با انتخاب هیئت امنای نهاد مردمی بوده یا در رابطه با رأی‌گیری های نهاد مردمی بوده، در کنار این انتخابات ها یک گروه نظارت داریم که نگاه میکنن و به هر حال بازرسی میکنن که انتخابات به صورت درست انجام بشه، کاری که هیچ وقت در جمهوری اسلامی انجام نشده. فقط داشتن انتخابات ضروری نیست. به همین دلیل هم ما این بار هم چون داریم نزدیک میشیم به انتخابات هیئت امنا، در داخل نهاد مردمی یاران نهاد 3 نفر از اعضای نهاد مردمی رو که من خیلی بسیار خوشحال هستم که یکی از اونها هستم رو انتخاب کردن برای گروه نظارت در انتخابات نهاد، که در 2 سال آینده همه انتخابات هایی که در نهاد انجام میشه رو این گروه بازرسی میکنه و از درست بودنش مطمئن میشه. این افراد عزیزان، نفر اول بانو زیبا شاه ولایتی هستند، نفر دوم دوست و یار خوبم جناب بهروز فرشادفر و نفر سوم هم خود من هستم و همینجا گارانتی میکنیم برای همه عزیزان که انتخابات های آینده در 2 سال آینده به صورت کاملا دموکراتیک برگزار شود. یاران و عزیزان و هموطنان در تلویزیون اندیشه، من بدرود میگم به شما و میکروفون رو تقدیم میکنم به دوست و یار عزیزم بهروز فرشادفر عزیز. سپاسگزارم جناب مهدوی. البته من نمیدونم چقدر وقت داریم، اگر فرصت باشه خواهش میکنم اتاق فرمان جشن صدر رو آماده بکنن، چون موردی که قبل از خداحافظی میخوام مطرح بکنم همین است. عزیزان، نخست اینکه آن که جناب مهدوی فرمودن انتخاب کردن، در حقیقت بر اساس انتخاباتی کاملا آزاد و دموکراتیک این ستن در حقیقت انتخاب شدن برای هیئت نظارت، نه اینکه کسی انتخاب کرده باشه ما رو به شخصه. این موضوع من بایستی عرض میکردم. موضوع دومی که جناب مهدوی در رابطه با صحبتهایی که فرمودن به فوتبال اشاره کردن، من پیامهای بسیاری رو از درون مرز گرفتم در رابطه با روز دوشنبه و فوتبال ایران و ژاپن. بسیار مترسل این هستن که از این فرصت برای جشن و شادی استفاده بکنن و یک حضور حداکثری در خیابان‌ها داشته باشن. بنابراین اگر قرار باشه مثل 4 سال قبل عزیزان در تیم ملی مراقب نباشید، یه هایی دیدید در امارات مسموم شدید، یادتون هست 4 سال پیش همتون رو مسموم کرده بودن به خاطر اینکه مردم تو خیابون نیان. مراقب باشید، کادر فنی تیم ملی مراقب باشید. مورد دوم، روز چهارشنبه است، جشن صده، جشنی که در مقابل تقویم عزای ما ایرانیانی که برامون درست کردن در رژیم جمهوری اسلامی و در این قادسی دوم تا 14 گذشته استفاده ای از فرصت ها بود، از جشن ها بود. جشن صده روز چهارشنبه 10 بهمن ماه، و عرضم به حضورتون که اگه شما نکنند باید چهارشنبه باشه، جشنی هستش که آتش به پا میکنید، گرد هم شادی میکنه. اجازه بدید اون جشن رو هم توضیحش رو در کلیپ بریم ببینیم و برگردیم. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیه رنگ و تیره تن و تیز تاز. دو چشم از بر سر چو دو چشم خون، ز دود دهانش جهان تیرگون. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ. به زور کیانی رهانی دست، جهان سوز مار از جهان جوی جست. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، همان و همین سنگ بشکست گرد.
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. نشد مار کشته ولی کنز راز، از این طبع سنگ آتش آمد فراز. یکی جشن کرد آن شب و باد خرد، صد نام آن جشن فرخنده کرد. قیام کن که قیامتی به وسعت تاریخ برپا کنی. بعد روز چهارشنبه دهم بهمن ماه جشن صده هست عزیزان، میتونید کپه های آتش رو برپا کنید، دورش به شادی بنشینید، ساز و دهل برپا بکنید و در مقابل غم و اندوهی که رژیم اشغالگر اسلامی میخواد بر شما وارد بکنه به جنگ با تحجر برید. باور کنید تمامی اینها فرصت هایی بسیار بسیار نایاب هست که ما نمیتوانیم از دست بدیم. پیامی که همیهن معلمون از درون مرز صحبت کردن، صحبت از اپوزیسیون کردن، از اتحاد و همدلی کردن و صحبت از شاهزاده کردن. شهریار میهن شاهزاده رضا پهلوی بارها و بارها فرمودن که حالا چه در قالب جمهوری و چه در قالب پادشاهی پارلمانی، این احزاب و گروه ها و مبارزین هستند که بایستی شکل بدن اون آلترناتیو اجرایی رو. یعنی ما اگر ایشون رو به عنوان یک نهاد و یک هویت در نظر بگیریم، اون بالا به عنوان پرچمدار، من و شما ایرانی هستیم در درون مرز و برون مرز که بایستی اون آلترناتیو بدنه و اجرایی رو شکل بدیم در کنار هم. بعد از 8 ماه رایزنی شبانه روزی من میتونم بگم دیگه رو دکتر فروتن و بعضی دوستان دیگر که من حالا نام نمیبرم به یک نتیجه بسیار خوب رسیدن. همین الان از این فرصت ها استفاده بکنید برای براندازی رژیم اشغالگر اسلامی. ببینید چه زیباست جشن آزادی، چه زیباست این رقص آزادی. ونزوئلا رو ببینید، ما نباید حسرت چه بخوریم، کودکان ما هم همینطور. اجازه بدید در اینجا چون تایم ما تموم شده از تلویزیون اندیشه، من با عزیزانی که از تلویزیون اندیشه ما رو دنبال میکنن به درود بگم و بهترین ها رو براشون آرزو میکنم و مکسی کوتاه با عزیزان در فیسبوک ادامه. خب با درود دوباره به عزیزانی که در فیسبوک ما رو دنبال میکنن، مهربانو بحرینی پور، نازنین مازی هست و عرضم به حضور شما که شراره شهریار باشه، شهریار پرسینا جلال و دوستان دیگر، سپاسگزارم ازشون. جناب مهدوی در خدمت شماییم چون داریم هنوز وقت داریم و پیام هم زیاد داریم. سپاس فراوان. من درود مجددی دارم به همه عزیزانی که از طریق فیسبوک با ما هستند و همینجا هم تقاضا میکنم که این برنامه رو تقسیم کنن برای دیگران، برای دیگران هم بفرستن و بدونن که ما بدون یاری و کمک اونها هیچیم، چون نهاد مردمی یکی از ویژگیاش همین با مردم بودن و در کنار هم دیگه کار کردن هست. همونطور که بارها و بارها هم گفتیم، الان هم باز شما هم توضیح دادیم، من هم گفتم، همه این قسمت‌های مختلفی که دارن کار میکنن که در جلوی دوربین نیستن عزیزان خودمون هستن و همین یاران و دوستان و به هر حال اعضای نهاد مردمی هستن که این رأی‌گیری ها رو انجام میدن و به صورت همونطور که باز اعلام کردیم کاملا دموکراتیک قسمت های مختلف رو ما داریم. یک مدل کوچکی رو درش کار میکنیم الان مدت 10 سال هست که بتونیم در فردای ایران آزاد هم این حرکت ها و این مدل ها رو به اجرا در بیاریم. هموطنان گرامی، هموطنان عزیز، در همین لحظه‌ای که ما با شما صحبت می‌کنیم، یاران و دوستداران ایران هستند که در خیابان‌های مختلف ایران مشغول شعارنویسی و پخش شبنامه هستند. کاری که همه شما می‌تونین انجام بدین. اجازه بدین با هم بریم و به یک قسمت شعارنویسی نگاه کنیم که در این شعارنویسی اون شخصی که دارن این کارو می‌کنن جمهوری‌خواه است، ولی شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان نماد ملی قبول کرده، چون برای اون آزادی ایران مهمه، نه اینکه چه سیستمی بعد از جمهوری اسلامی بیاد.
چه پادشاهی چه جمهوری، مسئله اصلی این استش که پایش دموکراتیک باشه. با هم نگاه میکنیم. فریاد شیران است، این فریاد شیران است، بر بشخیمان بر بوکینت آغاز پایان است، آغاز پایان است، این آغاز پایان است. بیکران بر تک تک شما یاران که در فردای آزادی حداقل خودتون میدونین که چقدر زحمت کشیدید برای رسیدن به این آزادی. و همینجام این رو خدمت هموطنان عزیز عرض کنم که هر کدوم از شما فیلمی دارید، عکسی دارید از کارهایی که انجام میدید برای ما ارسال کنید با آدرس هایی که در زیر تصویر میبینید و ما اینها رو برای شما پخش میکنیم. هموطنان عزیز، به زودی هم در این دهه زجدی که داره نزدیک میشه، یاران در داخل ایران برنامه‌هایی دارن. ما هم در سر تا سر جهان برای این جلسه‌ای که در لهستان ورشو میخواد انجام بشه یک حرکت‌هایی داریم که اون رو هم به شما اعلام میکنیم در آینده نزدیک. به هر حال همه ما باید بدونیم مام وطن به زودی آزاد خواهد شد، ولی مهمترین مسئله این استش که همه ملت ایران، همه مردم، از معلم و کارگر و داخل و خارج، همه باید دست به دست هم بدیم و منتظر بقیه نباشیم. خودمون این کار رو انجام بدیم مثل مردم ونزوئلا. بهروز گرامی، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. سپاسگزارم جناب مهدوی عزیز. خدمت شما عرض بکنم، من به خاطر اینکه به یک موضوع خارجی میخوام بپردازم و یک جنبندی هم بکنم، چون من معمولا پازل ها رو کنار همدیگه میذارم و در نهایت میام اون نتیجه رو میگیرم، حالا چه تو برنامه های رادیویی چه در اینجا. به یاد شورش رنگین 57 و 40 سال قبل میفتیم که قرار بود دلخوش به این مقدار نباشیم، به مقام انسانیت برسیم. اجازه بدید یه دونه از این دلخوش به این مقدار نباشید رو منتها در کشور دیگر ببینیم
اجازه بدید من چیزی نگم. بریم این کلیپ رو با هم ببینیم. نباشید که مسکن فقط میسازیم. سویتونم سکن بلاش، سویتونم دراسه بلاش، سویتونم صحه بلاش. آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. کل متطلبات الحیاه عملت بهتون بلاش، بدون چیز. مزارع تعطیهم اياها مجان. دلخوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را. افتخر باللي عملت، افتخر باللي وظفت وقمت جدلت عليه. ولا تتكلم قبل لا تفعل، قم تفعل اليوم تكلم بالراجل، لا اذا فعلت السنه تكلم بالحول، حتى الناس يكونون عندهم دليل على جوابك وعلى ما تفعل. چه سال پیش دلخوش به این مقدار نباشیم که آب را مجانی میکنیم، برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. شاه قبرستان ها را آباد کرده است. اینها یادتون هست؟ شما را مقام انسانیت میرسانیم. مقام انسانیت اون بیماری است که در برنامه قبلی دیدید. رهاش میکنن کنار خیابون به خاطری که پول نداره. پول شما رو صرف تروریسم میکنن، حزب الله لبنان و یمن و سوریه و نمیدونم همین فاطمیون و زینبیون و نمیدونم پاسداران سپاه قدس و دیگران میکنن. اینا رو دارید میبینید. یک به یک تروریسم های دیپلمات یا دیپلمات های تروریسم دارن اخراج میشن. علی ماجدی سفیر سابق ایران در آلمان که به خاطر سن بالاش، به خاطر محدودیت‌هایی که برایشون در مجلس تصویب کردن، بازنشسته‌ها نمیتونن دو سه شغله دولتی داشته باشن و میدونید هر کدوم 20 تا 30 تا شغل دارن، برگشته اومده ایران مصاحبه‌ای کرده. این هم همون کاری رو با رژیم کرد و حاکمیت کرد که صالحی اومد بر اساس تحریم بکنه، فشار رو تهدید بکنه. اومد گفت اروپایی ها به ما مدارکی نشان دادند و مدارکی رو رو کردند که ما به راحتی نمیتوانیم رد کنیم. بابا به راحتی نمیتوانیم رد کنیم یعنی چی؟ یعنی دیوار هاشا بلنده هم دیگه جوابگو نیست. یک مشت تروریست تحت قالب دیپلمات بلند شده بودن کشورهای غربی، یا ترور کردن یا در حال ترور بودن یا در حال بمب گذاری بودن. این از بیرون. از درون هم که کلن استحصال کردن، یعنی هر آنچه که شما فکر کنید غارت کردن و چپاول. مردم از سر ناچاری شدن کلا به کلای همدیگه، دست تو جیب همدیگه میکنن، برادر به برادر رحم نمیکنه. مرد اون عیاری و آزادیگی و اون مهربانی ایرانیان. ما به کجا رسیدیم؟ به کجا رسیدیم؟ اینو مقام انسانیت بود؟ آیا وقتش نرسیده که اپوزیسیون، وقتش نرسیده آنطور که جناب دکتر فروتن به سرعت و گزارش رو دادند و به درود گفتند؟ امیدوارم که اون اپوزیسیون اپوزیسیونی باشه که هم میهنانمون میخوان، ماها میخوایم. خستن مردم از بی‌تفاوتی. پیام های بسیاری رسیده که حتما در خانه آماده بکنه آبا و سیما ما تا برنامه های بعدی پخش خواهیم کرد. ولی ببینید ما به کجا رسیدیم عزیزم. ما در یک پیچ تاریخی قرار داریم. یا بایستی خودمون همانند مردم ونزوئلا بریزیم بیرون و تکلیفمون رو روشن بکنیم، خودمون برای آیندگانمون تصمیم بگیریم، و یا منتظر باشیم در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان غرب برای ما تصمیم بگیرد، و یا در کنفرانس ورشو ما به عنوان یک کشور یاغی با خطر مواجه بشیم. شما تا حالا دیده بودید که شاهزاده رضا پهلوی در رابطه با جنگ صحبت بکنن؟ ما یه سال داریم صحبت میکنیم. میدونید چرا صحبت کردن؟ این همه موشک پرانی و حتی تحرکاتی که داره انجام میشه، فعل انفعالاتی که در درون مرز داره انجام میشه، در برنامه قبلی جناب دکتر فروتن فرمودن هر جایی لوجستیک درون مرز در بخش نظامی داره جابجا میشه ما خبر داریم. و من به شما امروز الان میگم، قبل از اینکه هنوز هیچ خبرگزاری خارجی بگه، پدافند ارتش رو دارن مستقیما منحل میکنن میرن به سپاه. همین یه هفته دیگه خبرش رو میشنوید. همه اینها رو ما خبر داریم. بوی جنگ و تفرقه و نمیدونم
نجات پرستی بعضی از اینایی که دارن وارد میکنن این موضوع رو، قومگرایی و دیگر موارد، دارن به حاشیه میبرن و خطرش خطر تکیه پاره شدن میهن هست عزیزم. امروز وقت اون هستش که هممون یک تصمیم بگیریم سر این دوراهی. آیا میخواییم همانند ونزوئلا حرکت بکنیم و مردم اون دنبال آزادی باشیم و یا دیگران برای ما تصمیم بگیرن؟ سازمان ملل دیدی مایه شرم خان سال 2018 رو برای رژیم جمهوری اسلامی، بعض مالی رو هم که دارید میبینید، قیمت ها رو هم که دارید میبینید. انتخاب با شماست. ببینید به کجا رسیدیم، همه همون شدیم متقلب. جناب مهدوی در خدمت شما هستم. من زیاد صحبت کردم، سپاسگزارم. بله متاسفانه همان گونه که همیشه از قدیم هم میگفتن، وقتی آب از سرچشمه گلالود باشه به قسمت‌های دیگه همون گل می‌رود. به همین دلیل هم هستش که بعد از گذشت 40 سال با بودن یک سیستم دزد کثیف دروغگو بدون شرافت، این مسائل یعنی در اصل اون اخلاقیات جامعه و شرافت جامعه رو به انحلال میده. ما میبینیم که متاسفانه هر روز در خبرها هست فلان رستوران گوشت سگ داده به مردم، نمیدونم بازاری فلان کارو کرده، مغازه‌دار تقلب کرده. اجازه بدیم با هم بریم و یک کلیپ در همین مورد ببینیم که چگونه این دزدی و خیانت و به هر حال اخلاقیات منفی به جامعه هم اثر میذاره. با هم نگاه میکنیم به این کلیپی که از ایران برای ما اومد. اینجا شرکت پاکشوه. این مواد کمینی تاریخ شمال سال 2009. الان اینجا دارن تاریخاشون رو پاک میکنن، موادی هم که کم شده اضافه بهشون میکنن میذارن اینجا که تاریخ جدید بزنن هم بفرستن تو بازار. اونایی هم که خراب شده و کپک زده اینجا میریزن توی بشکه، بودیاش هم همه میندازن اینجا. این از مملکت ماه جمهوری اسلامی ایران، شرکت گررنگ، معروف‌ترین شرکت مواد شوینده ایران. بله و البته این مسئله رو هم مطمئن باشید که با برداشتن این سیستم دروغ و کثیف و به هر حال غیر اخلاقی، همه چیز دوباره به حالت نرمال خودش برمیگرده. مگر شما یادتون نیست در زمان گذشته مردم ایران در سرتاسر جهان به عنوان مهمون نوازی و با هم خوب بودن معروف بودن؟ مردم عوض نشدن، این سیستم هست که باعث شده به خاطر مسائل مالی، مسائل اقتصادی همه دزد بشن، همه بخوان یه جوری سر همدیگر رو کلا بذارن. پس بنابراین وقتی اون سرچشمه‌ای که ما ازش صحبت می‌کنیم دوباره آبش زلال بشه، کسانی که اون مملکت رو اداره می‌کنن از خود شما باشن، نه از دزدان نه از قاتلان، مطمئن باشید همه این مسائل حل خواهد شد. مطمئن باشید دیگه شما شاهد تقلب نخواهید بود. پس باز برمیگردیم رو همون صحبتی که ما همش داریم می‌گیم. این ما هستیم که می‌تونیم این سیستم رو عوض کنیم و این ما هستیم که میتونیم این حکومت رو سرنگون کنیم، چون اگر این کار رو نکنیم دیگران این کار رو میکنن و اون موقع مسائل ما بسیار سخت‌تر از میشه زمانی که خودمون این کار رو انجام بدیم. هموطنان عزیز، چند روز پیش سال روز تولد ندا آقا سلطان بود، ندایی که الان اگر زنده بود سنش 38 سال بود. این رو فراموش نکنید، نداها و همه کسانی که برای آزادی ایران جونشون از دست دادن و خانواده های اونها نباید فکر کنن که دیگر آزادی خواهی نیست. ما باید راه نداها رو ادامه بدیم، ما باید راه همه کسانی که در راه آزادی ایران کشته شدن رو ادامه بدیم تا به آزادی برسیم. مطمئنن اون روز رو خواهیم دید. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزند.
من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد. این رو از همه شما تقاضا میکنیم مد نظر قرار بدید و در این روزهای حساس بتونیم این شرایط رو عوض کنیم و بتونیم به جهانیان این ندا رو برسونیم که مردم ایران خودشون خواهان سرنگونی این حکومت هستن و اون موقع مطمئن میشید که به این سرعت که اومدن از مردم ونزوئلا حمایت کردند که واقعا این جای تعجب داره که هم امریکا هم اتحادیه اروپا اومدن و این دولت جدید رو پشتیبانی کردن. حتی همونطور که بهروز عزیز گفت امروز خواستن آمریکایی‌ها رو بیرون کنن از ونزوئلا ولی اونا گفتن که ما گوش به حرف دولتی که مردمش نمیخوان نمیدیم. این کار رو ما میتونیم برای ایرانمون انجام بدیم ولی باید خودمون هر چه زودتر این کار رو بکنیم. مطمئن باشید شما هیچی کمتر از ونزوئلایی‌ها ندارید. مطمئن باشید شما هیچی کمتر از همه این کشورهایی که در این چند سال گذشته به آزادی رسیدن ندارید. اتفاقا بیشتر داریم و مطمئن باشید که اگر این تغییرات در کشور عزیزمون ایران به وجود بیاد تمام منطقه و به نظر من تمام دنیا آرامش مخصوص خودشو به دست خواهد آورد. هموطن ما میتونیم، ما بیشماریم، فقط باید بخواهیم. زنده باد ایران، زنده باد آزادی. خب سپاسگزارم از جناب مهدوی. من هم فقط در عرض دو دقیقه شاید یک موضوع رو عرض کنم. همینم بنا به اطلاعاتی که عزیزان در مرز دادن رژیم در فکر یک آلترناتیو سازی خیلی زیرکانه است، از جمله مسعود بهنودها و اکبر گنجیها و واحدیها و یا حتی همون عبدالکریم سروش ها در اون لیست قرار دارن. اونها رو به عنوان مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی مطرح می کنن. البته یه حرفش دیگه هستن و بعد اگر دقیقه 90 دیدن اوضاع خیلی بیریخته و نه سپاه نه آخونده هیچ کدوم نتونستن کاری بکنن، اونها رو بیارن به عنوان مخالفین، به عنوان جمهوری خواهان، به عنوان آزادی خواهان غالب بکنن به مردم. عزیزان اپوزیسیون هوشیار باشید، نفوذی ها رو بین خودتون شناسایی بکنید. اونهایی که بر طبل جمهوری اسلامی به شکل کتشلواریش بکنن نپذیرید. امروز با هممیهنانمون در درون مرز همراه باشید. پیام ها بسیار هست و کار شما این صداها رو بشنوید. و باز هم تأکید میکنم ما در بدترین پیچ تاریخی در تمامی این سده های گذشته هستیم. من به جرأت میگم تو هزار سال گذشته ما بایستی این لکه ننگی رو که پدران و مادرانمون رو پیشونیمون کاشتن پاک کنیم و میهنمون رو پاک و پاکیزه به فرزندانمون تحویل بدیم، به آیندگانمون تحویل بدیم. علی رغم 4,000 میلیارد دلار خسارتی که بردن طی این 14 دهه و اون خسارتی که برای جنگ و دیگر موارد و چپاول و جنایت بر ما گذاشتن، با به ارث گذاشتن، باز هم ما از برترین کشورهای جهان هستیم از نظر سرمایه و مواد معدنی و کانی. بنابراین طی 5 سال میتوانیم یک جهش بزرگ داشته باشیم. فقط بایستی من و تو ما بشیم و بخواهیم پادشاه‌ها و جمهوری‌خواه در کنار هم دیگر برای آزادی میهنمون گام برداریم و برای نجات میهن. بیش از این مزاحمتون نمیشم. مثل همیشه هماره مانا شاد و آزاد باشید. پاینده ایران و ایرانی برافراشته پرچم سرنگ شیر خورشید نشان و بدرود تا درود دیگر.